قضای افغانستان قضای حقوقی نیست که ما رو وارد جزئیات شویم که چرا ای شده شد چرا قسم میشه قضای افغانستان قضای سیاسی است ما در, در, نیم قرن گذشته این نیمی دوره یک دوره تلاهی می. نیم. هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل در شرایط آغاز به کار کرده که فقر و نابرابری تغییرات و آب و هوایی و اقلیمی همچنان جنگ و بیثباتی بیشتر از پیش جهان را تهدید میکنه با این حال رهبران چهار عضو از پنج عضو دائم شورای امنیت در این مجمع حضور نداشتند نشست امسال نمایندگان 193 کشور عضو سازمان ملل که در پس زمینه جنگ اوکراین بحران های سیاسی جدید در غرب آفریقا و آمریکای لاتین و موج جدید شو ویروس کرونا بی اقتصادی افزایش نابرابری و بلایای طبیعی تازه به شکل زلزله و ایرانگر سیل و آتش های مخرب است برگزار شدند موضوع ایجاد این نشست هم بازسازی اعتماد و احیای مجدد همبستگی جهانی به منظور تسریع اقدامات لازم برای تحقق اهداف برنامه توسعه پایدار بیستی و تحقق صلح رفاه پیشرفت و محیط زیست پایدار برای همه مردم جهان است که البته چهار عضو غایب داشت و اعضای غایب 78 مین نشست مجموعه عمومی سازمان ملل که در روی 193 کشور جهان همچنان حضور داشتند شامل ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بوده که از حضور در مجموعه عمومی بین المللی منع شده شی جین پینگ رئیس جمهوری چین بوده آقای امان ویل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و نیز ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا بود که در این نشست حضور پیدا نکرده بود اما روز سه شنبه این نشست برگزار شد و بار دیگر افغانستان در رو غایب بود و در غیابت افغانستان نشست آغاز بکار کرد نخستین سخنرانی را در این دوره آقای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد کرده که در لابالای سخنرانی خود نگاه کوچکی به مسئله افغانستان انداخته و در بخشی از اظهارات خود گفته که افغانستان نزدیک به هفتاد درصد مردمش به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند روی همین موضوع ما مهمان ویژه داریم جناب آقای مقدم امین آگاه روابط بین الملل جناب آقای امین بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت دادین و در برنامه حضور پیدا کردین به من حیث نخستین سوال ما می از شما ایراد بپرسم که آیا عدم حضور نماینده افغانستان در نشست عمومی مجمع سازمان ملل آیا نشان هندی از این است که بار دیگر جهان افغانستان را در محراق فراموشی قرار داده یا خیر از نظر شما بسم الله الرحمن الرحیم با عرض حرمت شما و بینندگان محترم محیط بین المللی یک محیط تعریف شده است یعنی خطوط روابط بین و تحت میارهای تعریف شده منسجم است یعنی به معنای که هر نظام سیاسی زمانی که هویتش به عنوان یک واقعیت بر مبنای قوانین ملی و بین المللی تعریف میشه اتومات وارد خطهای بین المللی میشه روابط باری حقوقی پیدا میکنه مسئولیت ها به باری حقوقی پیدا میکنه افغانستان چالش های بسیار زیادی فرار است یکی بحث بحران هویت است و یکی بسی تروریزم است که هنوز اینها به چالش در محیط بین المللی است در داخل افغانستان داخل افغانستان برای فعلا در این زیوای سیاسی قرار داره یعنی شما اگر در محیط بین المللی هویت افغانستان را به یک واقعیت بگویید تعریف کنین جدا شده از سیستم جهانی است بینن چی حضورش در سازمان ملل متحد در محافل بین المللی چی باشه چی نباشه یعنی یک مفهوم میتونه داشته باشه اما یک یک جغرافیایی به نام افغانستان جایگاهش در قوانین بین الملل و در عضویتش در سازمان ملل متحد مشخص است یعنی اتومات میتونه که روابط ایجاد شود و بالاخره حقوق افغانستان به یک نوعی حالا خوب یا بد یا راست یا کج به نوعی حقوقش تامین شوه ولی یکی افغانستان هنوز در این زیوای سیاسی قرار داره ای تبعات و عباد مختلفی داره که میشه بالا صحبت کرد بله و خیلی جا داره که من اینجا باید بپرسم که مشخصا عدم حضور نماینده افغانستان در 78 هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل نشان دهنده چی است چقدر این میتونه روی افغانستان تاثیر بگذاره آیا تاثیر منفی خواهد بود و چقدر میتونه بر افغانستان یک تصویر خرابی را انعکاس بده خوب از بازم اگر تکرار نشه خب الان مرز کردم که دید درباره افغانستان یک دیدی ابزاری است یعنی دید دیدی استخباراتی است هنوز افغانستان روابط استراتژیک با هیچ کشور دنیا نداره اگر شما در مجمع سازمان ملل متحد بحث هایی که پیرامون اوزای افغانستان صورت گرفت توجه کنیم آمریکا بسیار کم علاقه گرفت در ارتباط به افغانستان ما مطمئن هستم که تحولاتی که در افغانستان آمد وضعیت سیاسی افغانستان یک نوع تهدیدی برای کشورهای منطقه است ولی در افکار جهانی هم به یک نوع جایگاه افغانستان به عنوان یک کشوری با مطرح نیست بینان طبیعی است که عدم حضورش در جلسه سازمان ملل متحد میتونه یک پوینت بسیار منفی باشه ولی با در ایران اگر حضورم پیدا کنه تا زمانی که کشورها افغانستان بر رسمیت نشان رفتار سیاسی افغانستان به عنوان یک واقعیت تغییر نکنه روابط دیپلماتیک نشه روابط استراتژیک نباشه شما در یک خلای حقوقی میتونین زندگی کنین با وجودی که در افغانستان امنیت تامین است یعنی کشتار خونریزی بسیار کم شده و در نهایت روابط ها به یک شیوه غیر رسمی با امارت اسلامی برقرار است ولی در خطای سیاسی باز خدمت نرس کنم که جایگاه افغانستان به عنوان یک واقعیت مشکلات حقوقی خدا میتونه داشته باشه بله اما جناب آقای امین در این قسمت راه حل چی است پس افغانستان باید کدام راهکاری را پیش بگیره تا در جامعه بین الملل من یک هویت حقوقی شناخت چند چالشی در محیط بین المللی پیرامونی اوزای افغانستان مطرح است یکیش که بحران بشری است و این معنا که بحران بشری شامل حقوق بشر هم میشه که ای به این به یک چالش مطرح است که نقص حقوق بشر در افغانستان از دید جهانی آشکار است حالا یک چقدر واقعیت داره یا نداره و یک بحث جداست دوم بحث افغانی یا تروریزم یا یا به هر اصطلاحی که برش چی نهضت های اسلامی بگیم چی تفکر اسلامی بگیم یا چی به هر شیوهی که از این نام ببریم یک تهدیدی برای کشورهای منطقه است هنوز افغانستان نتانسته که کشورهای منطقه را متقاعد بسازه که افغانستان جایگاه امنی برای حراس افغانان نیست این به یک چالش در حوزه بین المللی مطرح است دوم بحث ساختار سیاسی که از مجراهای حقوقی باید چه توزیع قدرت چه ساختار سیاسی چه هویت سیاسی یا در نهایت رفتار سیاسی اینها ما نمیتونیم جدا از جهان متفاوت زندگی کنیم اینها هم به یک به چالشی در میت بین المللی مطرح است و در آخرین تله بحث هویت سیاسی که این هم میارهای به خصوص خود دارد تا زمانی که از این میجراها ساختار سیاسی شکل نگیرد توزیع قدرت مجرای حقوقی و قانونی پیدا نکنن روابط با دنیا به اصطلاح استراتژیک نباشه بر مبنای قوانین دیپلماتیک ایار نشه اینها به عنوان یک چالش در میت بین المللی مطرح است و اگر در داخل هم که فکر کنیم سه تا چالش بسیار عمده داخلی داره یکی میشه بحث مهاجرین باشه که چون حدود ده میلیون آماری که میدن بیرون از کشور هستند و اینا به یک نوی ناراضند چگونه اینو با کشور برگردن زمینه های برگشتشان چه قسم میشه که اینم به اینوان یک چالش در داخل افکار عمومی را خدشدار میسازه و صدمه میرسانه هر خانواده, یک خانواده دیگر به یک خانواده دیگه به یک شیوه رابطه داره دومین چالش بحث نظام آموزشی است که اینم به اینوان یک موزل داخلی در ترکیبات اجتماعی یا در محیط اجتماعی داخل کشور مطرح است یعنی ما قادر به نشدیم که یک نصابی که بتونه حداقل تمام جوانای افغانستان مرد و زن به سر و دختر هر که هست به نخله تحت یک سیستم آموزشی باید بتونن این حداقل مشکلات خود از این طریق حل بکنن و در بود سوم توزیع قدرت است که خب نیادهای ملی است که خط تعیین میکنن برای رفتن به وزیر شدن رئیس جمهور شدن بالاخره به جاهای رسیدن اینها چالش هایی است که در نهایت باید حل شود و باید روش تمرکز صورت بگیرد جناب آقای امین آیا از نظر شما فکر نمی کنید که در شرایطی که جناب آقای نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در مجمع سازمان ملل از سخنرانی تا هنوز امتناع کرده و قرار است در روزهای آخر بنا به گفته های سخنرانی کند که او هنوز 100 درصد معلوم نشده و در شرایطی که هنوز سمت افغانستان و چوکی افغانستان در سازمان ملل خالی گذاشته شده آیا فکر نمیکنید که پذیرفتن نماینده طالبان در این مجمع و حضورشان در این نشست نوع تعامل جهان یعنی روزانه برای تعامل جهان با افغانستان باشد تا ما بتانیم که اینمی مشکلاتی را که شما یادواری کردین از طریق مفاهمه و مذاکره با جهان در افغانستان حل شود ببینید حضور در مجمع سازمان ملل متحد چی آقای فایق اشتراک کنه و چی کسی دیگری از طریق اسلامی در اونجا اشتراک کنه یک مفهومی داره سازمان ملل متحد یک مرجع اجرایی نیست بالاخره در نهایت میتونیم بگیم یک مرجع بالاخره مرجع تصمیم گیری که هست تصمیم گیری هم سخت است که تصمیم گیری باشه که اجرایی نباشه شما در 20 سال گذشته یونما یا دفتر سیاسی سازمان ملل متحد دوش به دوش جنگ و خونریزی در افغانستان حضور داشت و الان مفهوم نیست که افغانستان به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد است چه کسی فعلا اشتراک کنه یا نکنه جایگاه افغانستان محفوظ است حقوقش به به یک تاریخی چی حقوق سیاسی چی اقتصادی چی به شوای دیگر. چی کمک های بین الملل حمایت های جهانی است و یک نوی از طریق مؤسسات یا از طریق نماینده های کشور های منطقه یا از طریق نماینده های خودی افغانستان میتونه او تأمین بشه ولی رفتاری سیاسی یا ارتباطات سیاسی یا ثبات سیاسی و در مجموع حویت سیاسی او شامل یک سلسله تشریفاتی است که باید تحقق پیدا کنه در میشه که یک نماینده باز جایگاه حقوقی خدم میتونه پیدا کنه حالا میتونه که پاکستان از افغانستان نمایندگی ای کنه ایران از افغانستان نمایندگی کنه آمریکا از افغانستان نمایندگی کنه حالا آقای فایق نمایندگی کنه یا آقای کسی دیگری برای نمایندگی ای کنه این است که تا زمانی که ثبات در کشور ایجاد نشه افغانستان از این سیوای سیاسی قرار نگیره افغانستان دیگر تهدیدی برای کشورهای منطقه محسوب نشه و, و جزی جامعه جهانی قرار نگیره هر نماینده که در سازمان ملل متحد اشتراک کنه به نفع مردم افغانستان نیست جناب استاد من میخوایم که به صحبت های قبلی ما برگردیم در اون قسمتی که شما مسائل را من حیث موانع بر شناسی افغانستان مطرح کردیم در مجموعه سازمان ما. آیا از نظر شما افغانستان این شرایط را پوره نکرده مثلا در بود امنیت داخلی یا حضور لانه های امن حراز در خاک افغانستان که بارها مقامات امارات اسلامی افغانستان او را رد کردن و ما عملا شاید این بودیم که علیه هیچ کشوری از افغانستان اقدام صورت نگرفته آیا اینا در تناقض با او صحبت های قبلی ما نیستن یا افغانستان همین شرایط را پوره کرده؟ ببینین قضای افغانستان قضای حقوقی نیست که ما رو وارد جزیات شویم که چرا ایتر شد و چرا قسم میشه قضای افغانستان قضای سیاسی است و قضای سیاسی مرتبط میگیره به کشورهایی که تصمیم میگیرند تصمیم گیرنده در هویت سیاسی افغانستان افغان ها نیست در طول تاریخ به ویژه در نیم قرنی که گذشت ببینید در نیم قرنی گذشته ما شاهدی سه تا کنفرانس جهانی بودیم یکی کنفرانس جینیو بود که در در نتیجهش اتحاد جماهیر شوروی کشور افغانستان ترک کرد ولی در کنفرانس جینیو در کنفرانس جینیو بدون شک مجاهدین از خط سیاسی بیرون شده بود حالا کفایت میکنه مقدر که منجر به جنگ های داخلی شد بالاخره وضعیت افغانستان به کجا کشان داشت در کنفرانس بون در 2001 طالبا حذف شد اینا نقطه های عطف تاریخ افغانستان است ولی چی باید چی میشه که باید طالبا جز این پروسه می بودن که بالاخره یک جنگ دیگه سازمون داده نمیشه و این کنفرانس سبب میشه که تبعاتش می بینیم که دنیا رو درگیر کرد به یک نوی در افغانستان در کنفرانس دوها یا در توافق نامه دوها که نتیجهش یالات متحده امریکا کشور را ترک کرد ولی در اینجا حکومت افغانستان قربانی شد یک صفحه افغانستان از ساختار سیاسی بیرون شد حالا صرف نظر از اینکه کی خوب است که بد است کی گناه کرد کی نکرد کی جنایت کرد کی نکرد او یک بحث حقوقی یک بحث جداست اما در مطالعات سیاسی نار به بینوان ضعف تاریخی مطرح است در جینی و طبعاتش هم میبینیم که چی جنگوهایی نبود که صورت نگیره بعد از بند می بینیم که چهار پنج سال و شش سالی اول در دوران اول آقای کارزای ما شما صدای یک مرمی رو نمیشنیدیم ولی ریشه های جنگ به قوت خودش باقی بود ریشه ها باعث میشه که سر در میارن و بالاخره منجر به چی کرد الان هم خطر وجود داره الان هم ما با زعمای طالبای موضوع رو بس کردیم در بساری جاها که ما باید تحمل هر چیزی را باید داشته باشه افغان ها همه متعلق به می خاک هستند ما ما زمینه را باید مساید کنیم که مردم عبرمندانه به کشورشان برگردند ساختارها را نهادها را ملی بسازیم و بالاخره هویت سیاسی افغانستان بر مبنای هویت ملی ما شکل بگیره و این ساخت این این تاریخی باعث میشه که یک مقدار افغانستان قضیه افغانستان حل, حل, ناشده باقی بانه. و اینا میتونه یک خطری بوده باشه در این شکل نیست که امریکایی ها کشور ترک کردن یا شکست خوردن فعلا امنیت تامین است یک فیصدی بسیار طلایی است بالاخره مردم به با کار و باری روزمرش روان است و فضا مسالمت است همه از اینا رو ما قبول داریم ولی ریشه های اصلی جنگ و قوت خودش باقی است یعنی هنوز هم امکان در جنگ اگر به اصطلاح نیابتی جلوش اگر گرفته نشه ما نتونیم روابط استراتژیک با امریکا یا روسیه یا کشورهای منطقه یا دنیا برقرار کنیم در نهایت مشکلی متوجه افغانستان میشه بله دقیقا هم سوال ما اتفاقا همینجا بود که در چنین یک اوضاعی که کشورهای مثل چین ایران روسیه و مخصوصا خود کشور چین که اگر بر قدرت اقتصادی در سطح منطقه و جهان است روابط نزدیکی و یک سرمایه بسیار کلان کلانی در آخر در افغانستان انجام داده ای به نحوی دور زدن قوانین جامعه جهانی و به خصوص دور زدن تحریم های آمریکا در افغانستان نیست از نظر شما نه ای هر کشوری اینجا روی منافع متضاد سرمایه گذاری میشه یه خطری کلان میتونه ای باشه ما مدل های اقتصادی هنوز در افغانستان تعریف نشده که هر کشوری بر کدام مبنا می, می سرمایه گذاری می چون ستون فقرات اقتصادی هر کشوری بانک ها تشکیل میده بانک های افغانستان برای فعلا فلج است دیگه چین یا هر کشوری دیگری او از زاویه و خط های کاری خودشان واردی اقتصاد و بازار افغانستان میشه یعنی از نظر شما به مفاد افغانستان نخواد بود به با مفاد افغانستان هر حرکت اقتصادی به مفاد افغانستان است ولی دورنمایش ما زمانی که جایگاهی اقتصادی هر پروژه به عنوان یک واقعیت بر مبنای میارهای اقتصادی تعریف نشود هر نوع سرمایه گذاری به انحراف کشانده میشه یعنی میتونه خطرش بیشتر از از منافیش بوده باشه ظاهرش خوب بر حالت میتونه که به عنوان یک منفعت قابل قبول باشه ولی دورنماش ما نمیتونیم به نفع کشور لقید. قسمت خیلی برام جالب است که باید بدانیم که خب پس باید چه کار کرد وقتی کشورهای با قدرت اقتصادی و نظامی و سیاسی در افغانستان میان و روابط نزدیک خود را تامین میکنن از سوی دیگه تحریم های جامعه جهانی بر رهبری آمریکا در افغانستان هنوز پا هست و از نظر شما این سرمایه گذاری ها میتونه در آینده درازمدت مدت به ضرر افغانستان باشه پس راه حل برای نظام اقتصادی مخصوصا برای افغانستان در چنین شرایط ببینید دو تا مورد ما به خاطر که اشتباه توجه نشه ما در در نیم قرن گذشته این نیمی دوره را یک دوره طلایی میدونیم برای افغانستان این نه معنا که ما با اشتباه را میریم این تلایی ترین دوره نیم قرن افغانستان است که شما هیچ خارجی را در اینجا نمیبینید خونریزی قطع شده و همه افغان هستند در کشور فضای امن وجود داره که قبلا هم تکرار کردم از این زمینه برای هر کاری قانونمند من است در دو سال گذشته میم در کارهایی که باید میشد صورت نگرفت قوانین در هر کشور به عنوان یک خطی راه به عنوان یک اصل به عنوان یک راهکشا برای تمام اصناف و فرهنگ های در جامعه یک آبی حیاتی است که بعد از او باز ما میگیم که حاکمیت قانون یعنی نهادهای اجتماعی بر مبنای قانون شکل میگیره رفتارهای اجتماعی بر مبنای قانون شکل میگیره اقتصاد کدام مدل اقتصادی بر مبنای قانون تعریف میشه کارشناسی میشه جلسات اکادمیک روش بحث صورت میگیره بالاخره ما یک از مدل های اقتصادی که دنیا با او وابسته است ما را میپذیریم بعد از اون رابطه اقتصادی با کدام کشور همین قسم روابط سیاسی همین قسم روابط اجتماعی از این لحاظ ما برای فعلا در یک خلای قانونی پیش میریم حالا شما ببینید یک تاجر اگر بحث اقتصادی نشه یک تاجر می خیلی براحتی در سرای شزاده اوضاع اقتصادی در بر یک سه ساعت در اختیار خودش میگیره پس بانک مرکزی در اختیار خودش میگیره تا دو, دو ساعت بعد دیگه وضعیت اقتصاد کشور تغییر میده به نفع خودش چون ثبات وجود نداره شما نمیدونید که ثبات بعد از کدام چیز ثبات چی چیز اقتصادی را تشکیل میده اینا خوبه کارشناسی میشه اینا خوب بحث های اخلاقی نیست اینا بحثی است که روش سالها بس شده بالاخره با یک واقعیت تبدیل شده از هزاران انسان دنبال از را راه میره اینها ضعف هایی است که باید بپذیرید شما در محیط سیاست در حوزه دیپلماتیک نمیشه که بحثا اخلاقی باشه میارهای تعریف شده است میلیون ها جلد کتاب در این رابطه تصنیف شده و بالاخره راه را های تعریف شده است و این معنی نیست که ما بیم دین رد کنیم ما به فرهنگ های مسلط جامعه خود قربانی کنیم ما به فرهنگ خود قربانی دیگر کسا کنیم نه با وجود فرهنگ خود با وجود های دین ما میتونیم روابط استراتژیک بسازیم همه دنیا رو ما نمیتونیم رد بکنیم و هر حال مفهوم صحبت های مئیس که هر چیز در مدار خود جایگاه خود رو پیدا نکنم محکوم به شکست است بله و همچنان از مدار خارج در حرکت هستیم خب نمیگم از مدار خارج هستیم ولی در مدار هم نیستیم یعنی مشکلات دستورات در اساسی متوجه میتونیم. هستم من میخوام یک سوال مشخص روی نشست 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل داشته باشم و سوال من این است که مشخص من میخوام متنش را برتون بیان کنم در روزهای اخیر نزدیک نماینده سازمان ملل درباره افغانستان در دیدار با وزیر امور خارجه امارات اسلامی افغانستان جناب آقای امیرخان متقی گفتند که یونوما با تعامل سازنده و اطمینان از شنیده شدن صدای همه افغان ها هم متحد است از سوی دیگه هم هیچ موضوع مهمی در مورد افغانستان در این چند روزی که از این نشست میگذره هیچ موضوع مهمی گرفته نشده اتخاذ نشده این نوع تناقض را در مورد تصمیم گیری ها و صحبت های سازمان ملل در افغانستان نشان می از نظر شما در اینجا سازمان ملل جنبندی واحد نداشت ولی او چیزی که ما خودمان درک کردیم یک نقطه مهواری داشت نشستی سازمان ملل متحد پیرامونی اوضاع خود قسمی که خوب قبلا هم مرز کردم که امریکایی ها هیچ موقفی مثبت و من منفی در اینجا در قبال افغانستان نداشتند بیشتر رئیس جمهوری ازبکستان و بالاخره ایران و قطر و اینجا موقفاشا نسبتا واحد بود بحثی حکومت فرا گیره مطرح کرد ولی نقطه ای که بسیار تمرکز روش صورت گرفت بحثی توافق نامه قطر بود که ما هم به عنوان یک شهروندی افغانی ایرا را کاملا به عنوان را قبول داریم یعنی توافق نامه قطر تعدادی که صورت گرفته باید مطابق با او عمل شود ما مطمئن نستم که اگر عمل شود هم امریکایی ها جایگاه خدا پیدا میکنند هم امارت اسلامی جایگاه خدا پیدا میکنند هم کسایی که بیرون از حلقه قدرت هستند اینها هم جایگاه خودشان جایگاهشان تعریف شده و حتی جایگاه کشورهای منطقه در قوانین در در, در, در قطر مطرح است موقف در برابر سازمان القاعده داعش و سالی از اینها کاملا در اینجا روی از این, این بحث صورت گرفته یعنی کوتاهترین راهی که برای فعلا میتونه افغانستان نجات بده رفتن به توافقنامه قطر است و این توافقنامه قطر یک مقدار به بیراهه رفت ایجاب یک کارشناسی میکنه که ایره کارشناس های داخلی و خارجی پیرامونی از این باید بس صورت بگیره و در این حال به نماینده های امارت اسلامی و نماینده های یونما و امریکا اینجا حضور داشته باشند یک روشنی دیگر در با قضیه باید برای در عمومی شریک ساخته شود یعنی بازم تکرار میکنم که نقطه محوری بس در سازمان ملل متحد معمی بود و یک اون هایی که میتونه وضعیت افغانستان حدی به طرف ثبات ببره رفتن به مو توافقنامه دو هست بله در مورد حکومت فراگیر آموزش و همچنان حق دسترسی به اطلاعات چیزی که قبلا شما یادآوری کردین بعدا سرش میپردازیم ما میخوایم از اینجا بپرسم که این همه شرایط گذاشتن سازمان ملل بر افغانستان که قسمی خودتان یادآوری کردین حکومت فراگیر بود حقوق زنان بود و ما فکر میکنم که آموزش و بخش حقوق دسترسی به اطلاعات همچنان زمینه از این مسائل بود چندین کشور دیدگاه های واحدی در این مورد داشتن در همین نشست نشست تاخیر سازمان ملل از نظر شما آیا محدود کردن یک کشور و شرط گذاشتن برای یک کشور در قالب چند چیز که همی حکومت فراگیر است و حق دسترسی است آیا این نوع دخالت در امور داخلی کشورها نیست و یا گروگانگیری مردم نیست؟ نه یک واقعیت است که نمیشه از او گذشت حالا بحث نظام آموزشی بلی ارتباطی به سازمان ملل یا نظرات هیچ کشوری نداره و یک کشور مسلمان هستیم و تعلیم و تحصیل دین ما بسیار اهمیت داده و باید مردم خود از این را بتا قناعت بدیم و بالاخره یک نصابی که بتانه افکار عمومی را بالاخره توجهش جلب کنه و رضایت مردم را در جا کسب کنه این یکی از مسئولیت های اولی به اصطلاح امارت اسلامی است که ارتباطی به این نداره که کشور دیگری برای ما داری بارد خط و چیز بتن بعضی حقوق بشر حقوق بشر یک اصل دینی است یک اصل اسلامی است و یک اصل انسانی است و در اسلام بسیار تاکید شده که احترام به حقوق بشر و دادن حقوق بشر تعادل در مسائل اقتصادی در میان در میان بشر یا اتبای کشور حالا به هر صورتی که است اینها مربوط به ما آموزه های دینی ماست ما باید فرصت ندیم کسی دیگه در رابطه قرار ما باید الگو قرار بگیریم که دیگر از ما باید الگو بگیریم که چه قسم انسان ها در مسئولیت زندگی میکنند اینها بحث است که بله ما با... نباید خود ما موقع بدیم به کسای دیگه یا بحث تروریسم مطرح است حالا یک مشکلی کلان اینجا بحث تروریسم است حالا شاید در نظام آموزشی یک راهی حلی برش پیدا شود و حقوق بشر هم یک راهی حلی برش پیدا بعضی تروریزم یک اول اینکه تروریست یک اصطلاح غربی است کی ها تروریست است الان همین تعریف نشده دعایش الان تعریف نشده که کی است کی نیست از کجا سربازگیری میکنه به نفی کی ها هست اینا مشکلات های داخلی ماست که حل نمیشه آیا ما واقعا القاعده را به عنوان یک مسلمان میتونیم رد کنیم آیا واقعا القایده تروریست است آیا واقعا یک نهضت یک،, 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 حرکت اسلامی و دینی است چی است یا ده ها سازمان های دیگر ما نباید در حرکت های سیاسی پنهان را بریم من شخصا شاید سازمان القاعده را به عنوان یک نهضت اسلامی بشناسم نه به عنوان یک تروریست آیا ما در این استیلاب با امریکا میتونیم سازگار باشیم یا نباشیم اینها خطرناک است یا مثلا طالبای جمهوری اسلامی پاکستان کسایی که در مدرسه تحصیل دیدن حدیث خواندن آیت خواندن اینها ارتباطاتشان مستقیما از دیدگاه شریعت با خدا و پیغمبر است آیا ما اینا رو میتونیم تروریست بگیم اینها آزاده خواه کی هستن یعنی اینها اصالت تعریفی در مورد هر که هست اینها بسیار اصطلاحاتی است که خیلی زمان میبره که ما یک،, یک فکری و اصطلاح توحید شده ما با دنیا وصل کنه که ما یک فکری مشترک د دا باره داشته باشه یا نظری مشترک و در آخرین تلی تصمیم مشترک داشته باشه اینجاست که یک مقدار خطا فاصله پیدا میکنن ای به عنوان گوی جایی نه به تعدید مطرح میشه از جایی یک شیوه دیگه مطرح میشه برحال امارت اسلامی هم در این چالش ها درگیر است که چطور میتونه؟ حالا بس مواد مخدر تا حدودی حل شد و قیمت بخش است مثلا میتونین شما در تمام محافل بین المللی از خود دفاع کنین که ما مواد مخدر نه میذاریم قاچاق شوه نه میخواین که تولید شوه این را یعنی حرام میدونیم بالاخره یک راکاری براش تعریف شده اما در برابر تروریسم و تروریسم اینا چیزهایی است که به خطر هنوز در افکار عمومی مطرح است بله با این همه با چشم پوشی هم نباید کرد البته امارت اسلامی هم در قسمت های اقتصادی حتی سیاسی کشورهای بیرونی جامعه بین الملل فرهنگی حتی دستاورت های خیلی خطیر و زیادی داشته که در قسمت اقتصادی کانال قشتپه یکی از دستاورت های بزرگی است که از اون میشه نام برد ما من حیث آخرین سوال ما میخوایم ای را بپرسم که شما من حیث آگاه امور روابط بین الملل انتظارات شما از این نشست در مورد افغانستان چی است پنج روز یا اگر اشتباه نکنم پنج روز اخیری که از این نشست باقی مانده چگونه شما ای را دیدین خب اولا دو تا مورد در خدمتتون عرض کنم که قبلا ما عرض کردیم اینجا که هستیم ما خود جز امارت اسلامی هستیم این جغرافیه ماست در جغرافیه سیاسی زندگی میکنیم منافع مشترک داریم این خاک ماست قبلا هم عرض کردم که طلای ترین دوره 50 سال اخیر است فکر میکنم که فایده میکنم اما ما برای اصلاح جامعه باید نواقصی که وجود داره باید برملاب بسازیم ما مطمئن هستم که تا زمانی که ما انتقاد نکنیم نمیشه یک مسیری یک ده. مسیری سازنده باشه اگر این چالش های ملی فروکش میکرد و یک ساختاری بر مبنای قوانین داخلی شکل میگرفت در داخل کشور هیچ نیازی نبود که هیچ کشوری ما را به رسمیت بشناسه یا نشنا خیلی به راحتی میشناخت اما اینجا که نشد سازمان ملل متحد به عنوان یک ارگانی که در رأس تمام کشورهای جهان قرار داره و جدا از اینکه در این سازمان روسیه در یک طرف قرار بگیره و آمریکا در طرف دیگه قرار بگیره و کشورهای دیگه در طرف دیگه قرار بگیره اگر یک دید واحدی منسجم میشه در رابطه با افغانستان ما مطمئن هستم که خیلی کشورها حاضر میشدن افغانستان را به رسمیت بشناسن و یک خطی سیاسی برای افغانها تعریف میشد و افغانستان و افغانها بر مبنای منافع ملیشان میتونستن که روابط خود با دنیا برقرار بسازن بله بسیار تشکر جناب آقای مقدم امین آگاه های روابط بین و تشکر از شما تمام بینندگان عزیز که تا این دمار همراهی کردین شما میتونید نظریات پیشنهادات و انتقادات سن پای همین ویدیو برای ما کومنت کنین ما انشاءالله به زودی روی از اون ملاحظات خواد داشتیم و این بود برنامه این هفته که تقدیم شد تا برنامه بعد خدا نگهدار